به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. فرمودا که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. انسان کیست و از کجا آمده و به کجا میره و چه باید بکنه؟ به بهترین وجه در اسلام اصیل و ناب و قرآن کریم به خصوص یافتم. لطف ما را نیست که از فریاد رست، حسبنا الله لطف تو ما را بس. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این جلسه میخواهم یقدری راجع به انصاف صحبت بکنم. به نظر من انصاف از لوازم اسلامه، چون اسلام یعنی تسلیم حقیقت شدن، تسلیم خدا شدن. خب این تسلیم شدن، تسلیم حق و حقیقت شدن، احتیاج به انصاف داره. از این جهت است که قرآن گفته فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس نوید بده به اون بندگانی که همه سخنان رو میشنوند، بهترینش رو انتخاب میکنن، یعنی انصاف دارن، همه رو میشنوند. نه اینکه بایکوت بکنن یه مقدار صحبت ها رو، به کسی اعتنا نکنن، تعصب و یه طرفه بودن نشان بدهن. از این جهته که ما انتظار داریم مخالفان اسلام، حتی اگر مخالفت با اسلام میکنن روی دلیل و برهان و مدرک، ما خیلی گله از اونها نداریم، میگیم درست متوجه نشده. ولی وقتی که بی انصافی میکنن جای گله مندیست. میان مثل یکی از آیون سخنگویان که خیلی مشهورم هست و اینها، دو مرتبه نمیخوام اسمش رو بیارم، یه دفعه با ایشون صحبت کردیم و حرف زدیم درباره ایشون. یه مرتبه میگویند که اصلا قرآن خالی از آیات اخلاقی است، اصلا جو مسائل اخلاق چیزی نداره. خب این انصاف نیست. قرآنی که میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، راه عفویشو بگیر، به کارهای نیک دعوت بکن. قرآنی که میگه لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن، بدی و خوبی به لحاظ آثار یکسان نیستن، جواب بدی رو به خوبی بده، به طریق احسن بده. میبینی اون کسی که دشمن توست به دوست تبدیل میشه. و اذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. قرآنی که میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، خدا به عدالت، به نیکوکاری، به احسان دعوت میکنه، امر میکنه. قرآنی که میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمنی با قومی هم شما رو به بی‌عدالتی در حق اونها وادار نکنه. قرآنی که در سوره شریفه حجرات این همه مسائل اخلاقی رو میگه لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم نکنید، تهمت به هم نزنید، ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان های بد درباره اشخاص گناهه، بعضی از گمان ها گناه است. و از این قبیل مسائل مملو قرآن کریم از مطالب اخلاقی. پیامبر اصلا فرموده که با استل اتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو به تمامت برسونم. این انصافه که انسان مخالف چنین دینی باشه بعد بگه کلمه ای از اخلاق در قرآن نیامده. ایراد اساسی اگه دارید به نظر خودت، خب مطرح بکن. آدم میگه خب به هر حال ایشون برداشتش این بوده، فهمش این بوده، حالا ما با فهم ایشون مخالفت داریم، دلیل میاریم که اون فهم درست نیست، مراد آیه این بوده مثلا. اما اینطور سخن گفتن، من به مخالفین اسلام هم توصیه میکنم که کلامتون اصلا اثرش از بین میره، سقوط میکنه، معلوم میشه. اساسا قرآن گفته کافر یعنی لجوج و معاند، و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون. جهد و عناد نمی ورزند در برابر آیات ما مگر کافر. اصلا کافر یعنی کسی که پوشنده حق حق پوشه، کسی که معانده، لجوجه. به هر حال این صفت انصاف صفت گرانبهایی است.
که اگر عین اسلام نباشه از لوازم اسلامه. کسی که تسلیم حقه باید منصف باشه. من از برادران مسلمانم هم انتظار دارم که انصاف رو رعایت بکنن، اونها هم باید منصف باشن. یه آقایی میگوید که من از مذهب شیعه برگشتم به طرف اهل سنت رفتم، از خرافات دست شستم. من نگاه کردم نوشته هاشو، اخیراً نوشته ای درباره کتاب شبهای پیشاور نوشته، نگاه کردم ببینم چه نوشته ایشون. دیدم خیلی از موارد هست که ایشون تند رفته. انصافی رو که لازمه که یه مسلمانی داشته باشه به درستی رعایت نکرده، تند روی کرده، استثناها رو فراموش کرده. مثلا در همین جزوه ایشون که الان جلوی منه، همون اولش نوشته اهل سنت تنها احادیث دو کتاب بخاری و مسلم را 100% قبول دارد. اینطور نیست. این حکایت از کمی اطلاعیشون میکنه، به جهت اینکه عمرو بن صلاح، همون ابن صلاح مشهور که کتاب علوم الحدیث نوشته، خود او ذکر کرده که درباره مثل صحیح مسلم و بخاری انتقدها بعض الحفاظ که دارقطنی و غیره، بعضی از حافظان مثل دارقطنی که نویسنده سننه، این انتقاد کرده به صحیح مسلم، به صحیح بخاری و همینطور غیر از او از حفاظ. اینطور نیست که همه اهل سنت 100% قبول داشته باشن مطلب رو و گفته باشن صحیح بخاری مسلم مثل کتاب الله 100% هیچ قابل انتقاد نیست. نه، اینطور نیست. بزرگان سنی ها مثل خود دارقطنی که همطور که عرض گفتم صاحب سننه، عرض کنم، انتقاد کردن. و بعد محی الدین نبوی که خود شارحه، عرض کنم که برای کتب صحاحه، اون ذکر کرده که کسانی میگویند که بعد ما قطع داریم به این که صحیح بخاری مسلم 100% و شک درشون نیست. بعد میگه لا یستفاد القطع به صحت من ذلک، ابدا استفاده قطع نمیشه. کم قد گفتن صحیح، این صحیح بنا به اصطلاح حدیثی است، نه به معنی واقعی که هیچ اشتباهی نیست. برای که این کتاب بشره، قرآن کریم نیست که کتاب خدا باشه. سهو و نسیان و فراموشی و خطا هم در بشر راه داره. اینطور اظهار نکنید، مطالب استثنایی را بگید، ذکر بکنید. بعد این برادر ما میگوید که خب ما رفتیم و وارد حوزه اهل سنت شدیم و معتقد شدیم، ولی من تعجب میکنم که گاهی فرمایشات ایشون کرده که اهل سنت هم چنین نمیگن. مثلا ایشون نوشته که ما قبول داریم که حضرت محمد پدر بزرگ حسن و حسین بودند و ایشان آن دو را پسرم خطاب کردند، اما این حرف را قبول نداریم که شما میگویید ابن رسول الله، بلکه باید بگویید حسین ابن علی. چرا میگین ابن رسول الله به امام حسین، پسر رسول خدا؟ خب برادر جان، وقتی که شما خودت قبول داری که رسول خدا به اونا میگفته پسرم، اگر ما بگیم پسر رسول خدا، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، تعصیب پیغمبر کردیم. وانگهی مگر شما در قرآن کریم در سوره شریف نساء نخوندی در باب محرمات زنانی که حرامه باشون، عرض کنیم که مسلمان با اونا ازدواج بکنه، یکیشون اینه به حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی اون زنهای حلالی که بر پسران شما حلال شدن، اون پسرانی که از صلب شما هستن. تمام علمای اسلام و فقها و قرآن شناسا معتقدند که این تنها
پسر بلاواسطه رو نمیگه که عروس انسان بر انسان حرامه، بلکه نوه انسان هم از ابناء انسانه. عروس ما که به اصطلاح زن نوه ما هم شده بر ما حرامه. بنابراین نوه رو هم ابناء گفته اینجا، پسران فرموده. قرآن کریم نوه ها رو چه دختری چه پسری ابناء میدونه. به همین دلیل این آیه رو همه فقها ها استدلال کردن که عروس ما چه پسری چه دختری بر ما حرامه، ولو مال نوه‌مون باشه، عروس پسرمون نباشه، عروس نوه‌مون باشه. رسول خدا که گفته که پسران من، خدا هم گفته که اینها پسران شما هستن، اون وقت ایشون انکار میکنه، میگه باید بگید حسین ابن علی، چرا میگین ابن رسول الله؟ و اگه ما بگیم ابن رسول الله یعنی منکر شدیم حسین ابن علی رو، هر دو رو میگیم، این دوتا منافات ما هم نداره که. بعد استدلال کرده ایشان که آیه قرآن میفرماد که ما کان محمدان ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، محمد پدر هیچ یک از رجال شما نیست، لیکن رسول خدا و خاتم انبیاست. توجه نمی‌فرماید که بنابراین ما حق نداریم امام حسن امام حسین رو پسران رسول خدا بدانیم، چون قرآن گفته پدر هیچ یک از مردان شما نیست. اون وقت این آیه نازل شده در سوره احزاب، امام حسن امام حسین کودک بودن، 7-8 ساله بودن، هنوز عرض کنم که جز رجال نبودن. این آیه به تناسب اینه که زید ابن حارثه که پسر خوانده بود برای پیامبر، وقتی که زنش رو طلاق داد و پیامبر همسر او رو گرفت، گفتن که پیامبر عرض کنم که عروس خود رو گرفته. این آیه به مناسبت زید گفته ما کان محمدان ابا احد من رجالکم، برای اینکه قبلش هم تو همون سوره صحبت زید و اینهاست و مسئله رجال رو مطرح میکنه، نه مسئله ابناء رو. عرض کنم که ولذا خود این تفسیر به رأی میشه، مبادا به خاطر لجاجت با یک قومی، با یک دسته‌ای، با یک مذهبی، انسان حالا وارد مذهب دیگه شده، شروع بکنه حقایق انکار کردن، لجاجت بکنه. خدای نکنه، دیانت با لجاجت فرق داره، انسان باید تسلیم حق و حقیقت بشه. حالا اگه مورد دیرم به نظرت ایراد آمد و ارز کن به یه دسته ای، دلیل نمیشه که هرچی که گفتن رد بکنی، لجاجت بکنی. اینا مسائل اخلاقی است که مسلمان باید اینها رو در نظر بگیره، رعایت بکنه. بعدم یه مرتبه یه مسئله رو از ریشه زدن و گفتن این که اهل سنت نهج البلاغه رو دروغ میدانند. این چه حرفیه عزیزم؟ برادر من، نهج البلاغه مدارکش همه کشف شده، کاشف الغطا، در دیگر علما زحمت کشیدن رفتن پیدا کردن، بسیاری از خطبش در کتب اهل سنت مدارکش پیدا شده. بعدم مفادش چیزی نیست که اهل سنت دروغ بدونن و باش مخالف بشن. بسیاری از خطبش رجب توحیده، بسیاریش مواعظه، بسیاری از مسائلش کلمات قصار، کلمات حکمت آمیزه، پرمغزه. و کی گفته که اهل سنت دروغ میدونن؟ بعد چسبیده که ابن ابوالحدید از ما نبوده، از اهل سنت نبوده، بنابراین چون او تفسیر کرده و چون او وارد این قضیه شده، ما اصلا اینا رو دروغ میدونیم. خب شیخ محمد عبدو رو چی میگی؟ که مفتی مصر بوده، اونم یعنی سنی نمیدانی؟ اونم از دین خارجه؟ اونم شرح نهج البلاغه نوشته؟ برید بخوانید، مطالعه بکنید، شرح نوشته بر نهج البلاغه، چجور تجلیل کرده از این کتاب. یه مرتبه این که نهج البلاغه همه دروغه، حالا به فرض اینکه با یه خطبه دو خطبه شما مخالف بودی، اینطور سخن گفتن چه معنی داره؟ این تندروی هاست،
برادرم که مسلمان ها رو به جون هم میندازه، تحریک میکنه، یه عده عوام الناس میرن به عنوان اینکه این کتاب غلطه، اون مذهب باطله، افراد رو میکشن، اموالشون رو سرقت میکنن. وقت ما مسئولیت داریم، شما که خودتون رو مبلغ دین میدانید مسئول هستید، شما بعد مسلمان ها رو به نرمش و به دوستی و به محبت و به تقریب به یکدیگر دعوت کنید، نه اینجور جزوه ها رو بنویسید پراکنده بکنید، توهین بکنید به مسلمان ها، عصبانی بکنید. عزیزان من، مخالفت کردن با اینکه امام حسن امام حسین فرزندان رسول خدا نیستن چه معنی داره در این قرن و در این زمان و این بحث ها رو مطرح کردن و فرقه ها رو کوبیدن؟ چه معنی داره که انسان علمای بزرگ رو که مایه افتخار اسلام هستن، مثل جارالله زمخشری صاحب تفسیر کشاف، یه مرتبه نوشتن که جارالله زمخشری از نظر اهل سنت یک انسان گمراه است؟ چه معنی داره این حرف؟ مرد بزرگی است، مایه افتخار اسلام، تفسیرش همه علمای اسلام از این تفسیر این استفاده میکنن، نقل میکنن، فخرازی کرده، دیگران کردن، معاصرین ما، کسانی که هم فکر شما هستن، این طور مسلمان ها رو تخته کردن، کوبیدن، گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله رو این طور به عرض کنم که زلالت به این نحو نسبت دادن، اینا صحیح نیست. شما باید مسلمان ها رو به یکدیگر نزدیک بکنید. اگر هم یه ایراد منطقی داری، ایراد علمی داری، به شکل علمی بیان میکنی. اینجور تخطئه کردن، تکفیر کردن بعید است، اینا دور از انصافه. بعد میگوید که دلیل ما داریم که زمخشری رو اینطور گمراه و بد میدونیم، بر این که او شعری داره میگوید که اگر من بگم حنفی هستم میگوین شراب رو حلال میدونیم، اگر من بگم مالکی هستم عده میگن گوشت سگ رو مباح میدونی، اگر بگم حنبلی هستم میگن حلولی مذهبی و خدا رو جسم میدونی. منظورش این است که هر مذهب از مذاهب اهل سنت پر از عیب است و هر کس میداند که اینها تهمت است و حنفی شراب رو حلال نمیداند، مالکی سگ رو مباح نمیداند، کدام سنی با دختر خود نکاح کرده است، اینطوریشون حمله میکنیم. در حالی که انصاف به خرج ندادی برادر جان. چرا؟ برای اینکه ایشون در اون اشعارش که در اول تفسیر کشافش چاپ شده، در اون اشعار میگوید که از زبان مردم کسی سالم نمونده. شما به هر مذهبی که بگی من هستم یه عیب و ایرادی ازت میگیرن. نخواسته بگه که این مذاهب به این رأی رفتن به دلیل اینکه اون شعری که شما ترجمه نکردی که در همون اشعاره اینه، میگه تعجبت من هاز از زمان و اهلهی، از مردم این زمان، از اهل این زمان من خیلی تعجب میکنم. فما احد من السن الناس یسلمو، احدی از زبان این مردم سالم نمونده، به هر کسی یه ایراده میگیرن. بعد شروع کرده این، یعنی قبلا این اشعار رو گفته بوده که به هر مذهبی که بگیم ما هستیم یه دروغی به تو میبندن. پس ایشون نخواسته بگه که اینطوره، اهل سنت معتقدن مثلا عرض کنن که با دختر خودش انسان میتونه ازدواج بکنه، میگه مردم اینطور عیب میگن و ایراد میگیرن. پس انصاف این است که انسان اگر با کسی هم مخالفه، حالا شما مذهبت معتزلی نیست، اشعری هستی یا سلفی هستی یا هر چیزی هستی، رعایت عدالت کنی. قرآن میفرماید که بلا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ما سالهاست از خدا میخواهیم که انصاف به ما عطا کنه در بین مذاهب اسلام. اگر به فرض انتقادی به یه عالمی یه طریقی داشتیم، هر چی که او میگه تخطئه نکنیم، انصاف داشته باشیم و از خدا میخواهیم که به شما هم انصاف بده. مسلمان ها گرفتاریشون خیلی هاشون همین بی انصافی هاست، همین هاست که دشمنی و تفرقه ایجاد میکنه، همین هاست که نمیذاره تقریب پیدا کنن مردم و مسلمان ها با هم کنار هم بشینن، نرمش بکنن، با هم دوستی بکنن. و با اون دوستی که در
مسائل به اصطلاح متفقون علیهشون هست، مختلفون فیه را هم بلکه بتونن حل بکنن، دست از این دشمنی ها بردارن. گمان میکنم برای کسی که اهل پند و عبرت گرفتن هست همین اندازه کافی باشه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند جان و خرد که از این برترم چه بر نگذرد. فرموده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. انسان کیست و از کجا آمده و به کجا میره و چه باید بکنه؟ به بهترین وجه در اسلام اصیل و ناب و قرآن کریم به خصوص یافتم. تو ما را نیست کس فریاد دست هست کنند.